خوش اومدید به داستان زندگی من. این سری قراره درباره فلش موبایل خیلی باحالمون قراره براتون بگم که چه اتفاقاتی افتاد. و اصلا چی شد که چجوری شروع کردیم و چجوری رفتیم انجام دادیم و کلی از داستانهایی که اتفاق افتاد داخل. کسایی که نمیدونم فلش موب چیه، فلش موب یه چیزیه که یه گروه گنده‌ای میرن توی جامعه، یعنی توی کامیونیتی یا توی ایونتی که داره برگزار میشه، میرن یه کار عجیب و غریب انجام میدن. میتونه رقص باشه، میتونه یه اکتی باشه، میتونه هر چیزی باشه، ولی معمولا رقصه، یه رقص unusual. از اون موقع که من بچه بودم عاشق ویدیو بودم، یعنی از اون موقع هم توی میرفتیم این کارا رو میکردیم و این ویدیو پخش میشدش. از بچگی من میدونید که همیشه عاشق رقص بودم و کلا همش توی تایم فری هم میرقصیدم و یکی از دوستان منو یه روزی دعوت کرد، گفتش ما توی گروهی هستیم که میریم فلش موبز انجام میدیم، تو هم دوست داری جوین بشی با همون؟ و منم از خدا خواسته گفتم اوف کورس، من عاشق رقصم و چه بهترم اونم که یه چیزی مثل همچین چیزی که یه چیزی که is unusual و اصلا نورمال نیستش. و باش گفتم اوکی 100% میام و دیگه رفتم بین اولین تمرینی که کردم. تایم هالووین بودش و همیشه وقتی هالووین میشد بیرون ایونت های خیلی بزرگی میذاشتن که موزیک بود، رقص بود، درینکس بود و کلان پارتی بود دیگه. همیشه پارتی های بیرون میگرفتن توی سایپرس، یعنی همه چی بیرون بودش، برعکس انگلیس که همه چیز داخل میگیرن. اولین رقصی که بعد تمرین میکردیم همین رقص مایکل جکسون تریلر بود. این معلمه که به مو یاد میداد یه ذره she was weird، یه جوری بودش. شاید تو ویدیو هم بتونید خودتون بفهمید که دقیقا کدومه. این زنه شوهرش ایرانی بودش ولی قشنگ فارسی هم حرف میده. مثلا اولین بار که دیدمش چجوری تو فارسی بلدی؟ مثلا خیلی برام جالب بودش که او مثلا یه دونه یونانی زبان فارسی بلد بودش. بعد توی استودیوش که میرفتیم تمرین میکردیم همیشه تعداد دخترها یه ذره همیشه بیشتر از تعداد پسرها بود و همیشه یه پسرهایی بود که از همه دخترها خوشش میومد، میخواست مخ همه دخترها رو بزنه و این پسر میکس ریس بود، یعنی نصفش سفید پوست بود نصفش سیاه پوست بودش. همیشه یکی از دوستای منم عین خودش بود دقیقاً، همیشه دوستش به همه پا بده. وقتی اینو دیده بود باش خیلی خوب مد شده بود ولی نمیدونست که این پسره غیر از خودش به همه دیگه هم پا داده بود. مثلا یه روزی اومده بود پسره توی تمرین بر من گل آورده بود، بعد مثلا اون موقع تو همچین باقایی نبودم، مثلا گل پسر like what's going on. این تمرینه که میکردیم یه بار استودیوی زنه این معلمه بیزی بودش، با هم میرفتیم توی پارکینگ خونش تمرین میکردیم. همه یه جور آپارتمانی بود که پارکینگش قشنگ زیر آپارتمانه بود و باز بودش، یعنی اینجوری گیتد نبودش و همه ماشینا رو گفته بود به همه همسایه‌هاش بذارید بیرون، ما اینجا میخواییم تمرین کنیم. بعد هر سری که مثلا فکر کنم توی این ویدیو یه 15 نفری بودیم، این 15 نفر رو انقدر ما
سخت بود یعنی این تمرینش که بتونیم هممون یه جور باشیم و یه درست برقصیم و قشنگ برقصیم، اون اکت کردن تریلر بودن که اینجوری اینجوری میکردیم یا اینجوری این مرده ها و این را میرفتیم، یه ذره اولش سخت بودش. بعد فانترین جاش این بود که باید خودمون لباسامون و همه این چیزامون رو خودمون با مدل زامبی بودن درست میکنیم. مثلا زامبیز بودیم دیگه، اینه تو ویدیو مایکل جکسون همین جوریه، اونا زامبیز هم با این میان این رقصه رو انجام میدن. بالا یه سری از کلیپ هاشو میذارم ببینید خوش اومد، ببینید چه کارایی میکردیم اونجا. از همون بچگی من عاشق فیلم بودم. I had a thing for the camera. ولی خیلی باحال بودش. ولی خیلی سخت بود این تمرینش. غیر از این تمرین این فلاش مابه که رفتیم انجام دادیم، این اولین بارم بود من توی همچین جایی میرفتم، اونم توی پابلیک، توی جایی که خیلی شلوغ بود و یه دفعه با میرفتیم یه همچین کاری میکردیم. اولش خیلی استرس داشتم، نمیتونستم درست برقصم، ولی یه ذره که دیدم مردم دارن خوششون میاد، وایب مردم خوب بودش، پازیتیو بود، تونستم کامل درست برقصم. ولی نبه من که بعدیشون این اسکولا میرقصیدن، حالا خودتون میتونید ببینید کیا. ولی anyway شب بود، زیاد کسی نوتیس نگه، همه درانک بودن. تمرین دومی که داشتیم، یعنی پروژه دومی که داشتیم، درباره رقص گنگم ستایل بوده. سعی گنگم ستایل اون موقع مد شده بود، یادم نیم مال چه تاریخی بود، بکنم 2012-13. پروژه رقص گنگم ستایل بودش و اینو باید توی ایونتی بود، این آدمامون زیادتر بودیم، یعنی خیلی بزرگتر بودیم. این گروه فکر کنم نزدیک یه 40 نفر بودیم. یه ایونت خیلی بزرگی بود، ایونت بهش اون موقع میگفتن کارناوال گل. یه جوری بود که مثلا کارناوال گل بود، یعنی چیز گل رو جشن میگرفتن و ما هم از این کارناوال سو استفاده یا استفاده کردیم که این کارمون رو بریم انجام بدیم. خب اوبیسی خیلی شلوغه دیگه، همه هم خوشحالن و منتظرن یه چیز خوب ببینن، پس ما هم میرفتیم پارتی اونا رو بریک میکردیم. یه دفعه just out of nothing شروع میکردیم، از یه جا اون ور اون ور میومدیم، میرفتیم یه دفعه شروع میکردیم به رقصیدن. بعد معلممون با کسی که اونجا دیجی بود هماهنگ میکرد، مثلا میگفت تو رو خدا این آهنگ رو پلیز پلی کن، ما میخوایم برقصیم. نمیگفت برقصیم، میگفت این آهنگ رو پلیز پلی کن. و که تا اون پلی میکرد ما میریختیم وسط این مور و ملخ، یه دفعه میریختیم وسط و شروع میکردیم برقصیدن. من همیشه اولش خیلی استرس داشتم، علکی برای خودم یه 4-5 تا مووم اضافه میکردم به رقصو، ولی مهم اینه که دوست داشتم این کار رو انجام بدم و اون دوست داشتنش مهم بود. ولی اون وسط دوتا پسر دیگه بودن که از یه گروه دیگه اومده بودن، بعد خیلی کمپتیشن داشتن اینا، همیشه دوست داشتن گروه اونا گروه ما رو بیت کنه. اصلا فکر نمی‌کردن که ما توی we are in all in one group، ولی دوست داشتن کمپتیشن داشته باشن مثلا با هم دیگه. بعد سعی می‌کردن همش بیان جلوی می اومدن جلوی من، جلوی گروه ما رو هایت کنن، مثلا دوربینا که میخوان بیان عکس بگیرن، فیلم بگیرن که پخش بشه بعدن توی نیوز یا توی سوشال میدیا، دوست داشتن اونا اول باشن، خیلی دماغ بالا بودن. بعد همیشه ما دعوا داشتیم سر این چیز. یه بارم
واقعا من به یکیشون پریدم، داشتم به یه دختره بعد اعصابمو خرد کرده بودم، میخواستم برم جرش بدم دختره رو، ولی حیف معلمه اونجا بودش، نمیذاشت هیچ دعوای چیز بشه، چون کلا پروژه خراب میشد اگه واقعا دعوامون خیلی زیاد میشد. ولی اگه تا حالا شما فلش موب انجام دادی یا توی شو بودی که مثلا آدم زنده اونجا داره نگاه میکنه، میتونی متوجه شی چقدر آدرنالینش زیاده و چقدر انرژی مردم رو چقدر متوجه میشی و اون انرژی مردم و اون نگاهایی که مردم دارن رو ببینی. اگه یه ذره خودتو لوس کنی، یعنی از اعتماد به نفس تو از دست بدی، سری همه کارتو خراب میکنی، همه رقص دارن، همه چیزت یادت میره. یه بار برام این اتفاق افتاده بود، ولی این دوتا پروژه مثلا خیلی دوست داشتم و خیلی تمرین کردیم. من فکر کنم یک ماه کامل هر روز، روزی 4 ساعت این رقصا رو مثلا انجام میدادیم. مشکل رقصه نبود، مشکل این بود که هماهنگ باشیم با کل گروه دیگه ای و استیج نداشتیم، که یه جایی بود که هر جا بود باید وای میستادیم میرقصیدیم، ولی همه باید یه جا میبودیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و این فلش موبا رو دوست داشتین، چنل من رو سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت بذار، نظرتو بگو و شیر کن به دوستات. زنگولش رو بزن که ویدیوی بعدی که میاد از دست ندی. من خیلی دوستون دارم. از من فعلا خدافظ.